خوش اومدید به سومین برنامه از سلسله برنامه‌های 100 زن. در این برنامه امشب به سراغ موضوع سقط جنین میریم، موضوعی که مخالفان و موافقان سرسختی داره. بعضی تصمیم گیری درباره اون رو حق زن بر بدنش میدونند و بعضی اون رو با مذهب و باورهای اجتماعی و سنتی گره میزنند. برای گفتگو در این زمینه دکتر شهره بسکی، متخصص زنان و زایمان، در استودیو با منه و نسرین افضلی، پژوهشگر مطالعات زنان از بوستون آمریکا هم به ما میپیونده. مهمانان ما امشب به سقط جنین، قوانینی که درباره اون در کشورهای مختلف به خصوص ایران و افغانستان وجود داره میپردازند و همچنین از خطرات سقط جنین غیر قانونی میگن. هر سال دست کم 250,000 سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام میشه. این آخرین آماریه که وزارت بهداشت 5 سال پیش اعلام کرد. اکثر این سقط‌ها توسط افراد غیر متخصص در مکان‌های غیر بهداشتی با داروهایی گران انجام میشه که زن از میزان تأثیر، تاریخ مصرف و عوارض آن چیزی نمیدونه. نازنین معتمدی در این گزارش سری زده به یکی از کلینیک‌های سقط جنین در انگلستان و با پای صحبت 2 نفر نشسته که در ایران به طور خودخواسته به حاملگیشون پایان دادن. دو خطی که برای خیلیا بهترین خبر دنیاست، دنیا رو روی سر بعضیا خراب میکنه. به 1001 دلیل آدم میتونه آماده مادر شدن نباشه. مثلا آمادگی جسمی یا روانی یا مالیشو نداشته باشه. یا از رابطه‌ای که توش هست راضی نباشه و تصمیم بگیره به طور خودخواسته به حاملگیش پایان بده. این عمل برای بعضی تصمیم شخصی و حق انتخاب اساسی زن برای کنترل روی بدنش به حساب میاد و برای گروهی دیگه قتل عمد. از بعد از انقلاب 57 تو ایران مجوز سقط جنین تنها در شرایطی که جان مادر در خطر باشه صادر میشه. خطر جانی برای مادر رو باید 3 پزشک متخصص و پزشک قانونی تایید کنن. حاملگی باید زیر 18 هفته باشه و رضایت کتبی شوهر لازمه. بنابراین بر اساس قانون حتی اگه حاملگی در اثر تجاوز اتفاق افتاده باشه، اجازه انداختن بچه داده نمیشه. همینطور اگه ازدواج هم نکرده باشید، تحت هیچ شرایطی نمیتونید به صورت قانونی سقط کنید. با اینکه غیر قانونیه، اما روزی حداقل 684 نفر توی ایران به حاملگیشون پایان میدن. تینا یکی از اوناست که اخیراً تو تهران سقط جنین کرده. برای ناشناس موندن هم اسمش رو عوض کردیم و هم صداش رو بازخونی کردیم. برخورد متخصصا خیلی بد و سرده. وقتی با همسرم رفتیم دکتر برای سقط، گفت پاشو برو بیرون، تمام زنایی که بیرون نشستن آرزوش نجای تو باشن. من از این کارا نمی‌کنم. یه دکتر دیگه گفت برات انجام میدم اما خیلی حالت بد میشه بعد از کورتاژ، درد شدید میکشی. پرسیدم میتونم مسکن بخورم؟ گفت نه، اصلا باید درد زایمان رو تجربه کنی که دیگه حواست باشه از این کارا نکنی. ممکن اینقدر حالت بد بشه که من اینجا نتونم نگهت دارم، باید بری بیمارستان. پرستارم هم نمیتونه برات سرم بزنه. یه دفعه فکر کردم چطور پرستاریه که نمیتونه سرم بزنه؟ ترسیدم. به همسرم گفتم پاشو بریم بیرون. پای صحبت سبا زواره‌ای نشستم که 8 سال قبل توی ایران مثل تینا سقط کرده بود. به دکتر گفتم که من فکر میکنم باردار هستم. گفتش که خب حالا میخوای چه کار بکنی؟ گفتم نمیخوام ادامه بدم. یکم اینطوری نگاه کرد، گفتش که مزدوج هستی؟ گفتم نه. گفت قصد ازدواج داری؟ گفتم نه. و لحنش کامل تغییر کرد، نگاهش کامل تغییر کرد و گفتش که خب من نمیتونم برات کاری بکنم و سرش انداخت پایین و یه کارتی رو از یه جایی که من یادم نیست کجا از یه زیری در آورد و گفتش که با ایشون تماس بگیر. یه کارت ویزیت یه پزشک متخصص پوست بود که خب هیچ ربطی نداره به تخصص زنان و از اونجا من متوجه شدم که من خارج شدم از سیستمی که میتونه امنیت منو و سلامت من رو تضمین کنه و مسئول باشه در قبال اون. من از اون خارج شدم و این حس ناپیدایی تو سعی کردی با هنر در واقع نشون بدی. دقیقاً اینجا من اون تصویری که از سونوگرافی بهم دادن رو انیمیتش کردم و روی دیوار پخش کردم و بعد خودم رو به شکل اون گره یا اون موجود درگیری که حالا شاید یه جورای تشابهی با اون نقطه‌ای که توی بدنم به وجود اومده هم داره همزاد پنداری شاید با اون کردم، یا
یه مسئله دیگه همین مسئله تنهایی خیلی خیلی عمیق و خیلی تاریک این دوره هست، اغلب از ترس آبرو یا قضاوت شدن‌های بی‌رحمانه از طرف جامعه است. اینجا توی انگلستان بیشتر از 50 سال قبل سقط جنین رو قانونی کردن. بیپس یا مرکز مشاوره حاملگی بریتانیا یه مؤسسه خیریه است که 70 تا کلینیک داره. این ساختمون یکی از اون مراکزه که میشه توش به حاملگی‌های کمتر از 24 هفته به صورت قانونی پایان داد. بریم ببینیم تو چه سرویسایی ارائه میدن. اول با زنی که میخواد سقط رو انجام بده تنهایی صحبت میکنن و سه تا انتخاب پیش روش میذارن. اینکه حاملگی رو ادامه بده و مادر بشه، اینکه بچه رو به دنیا بیاره و بعد سرپرستیشو به خانواده دیگه ای بسپره، یا پایان حاملگی و سقط جنین. اینجا اولین چیزی که به کارمنداش میگن اینه که فرد مراجعه کننده رو نه قضاوت کنید نه احساس گناه بهش بدید. از اون ور هم تشویقش نکنید که گزینه سقط جنین رو انتخاب کنه. تمام عوارض جانبی احتمالی چه فیزیکی چه روانی سقط جنین رو کامل به فرد میگن و بعد حق انتخاب با زنه که یکی از سه گزینه پیش روش رو انتخاب کنه. چه گزینه هایی برای سقط جنین دارید؟ ما دو تا گزینه پیش روشون میذاریم. اولی سقط با دارو و دومی با جراحی. یه کمی بیشتر راجع به داروها توضیح میدین؟ حاملگی های زیر 15 هفته رو با دو تا قرص پایان میدیم. قرص اول میفپریستوله که خوراکیه. این قرص جلوی هورمون پروژسترون رو میگیره. با فاصله 24 ساعت قرص دوم باید مصرف بشه. اسمش مایزوپروستاله و داخل واژن گذاشته میشه. قرص دوم باعث انقباضات رحمی و خونریزی میشه. دو جور جراحی دارید نه؟ برای حاملگی های زیر 14 هفته که نیاز به جراحی دارن یا بیهس میکنیم یا بیهوشی موضعی میدیم. اما برای حاملگی های بین 14 تا 24 هفته بیهوشی کامل میدیم. یه متخصص زنان گفت کورتاژ میکنم 2,500,000 تومان پول نقد. پزشکای دیگه از 5,800,000، یک خانم دکتری گفت تا 7,000,000 تومان. اینا مال خرداد ماه، الان فکر میکنم خیلی گرونتر شده. برای قرص هم هستن وبسایت ها و وبلاگ هایی که شماره گذاشتم، وقتی تماس میگیری هر کدوم یه قیمت میدن. اما گروه های مخالفی هم هستن که اکثرا دوروبر کلینیک های سقط جنین اعتراض های برپا میکنن تا تو آخرین لحظه ها بتونن نظر زن رو عوض کنن. در اکثر ادیان از جمله اسلام سقط جنین ممنوعه. تصمیم سازان برای تغییر این اوضاع باید باورهای دینی رو توی یک کفه ترازو بذارن و پیامدهای سقط‌های غیرقانونی و زیرزمینی رو تو کفه دیگه. نازنین معتمدی، بی بی سی. شهره بسکی متخصص زنان و زایمان در استودیو با ماست و نسرین افضلی پژوهشگر مطالعات زنان از بوستون. خانم بسکی با شما شروع بکنیم. سقط جنین تا چند هفتگی کم خطر تره؟ من اعتقاد شخصیم اینه و اینم وجود داره که تحقیقات نشون داده که تا 12 هفتگی این راحت هست و میشه انجامش داد، ولی بعد از اون باز تا 15 هفتگی امکان وجود داره، هم که دیدین توی کلینیک های دیگه انجام میدن، ولی از اون به بالا بسیار ریسکش زیاده به خاطر اینکه خب فیتوس شکل گرفته و استخونها شکل گرفتن. ولی مهمترین اینه که قبل از 12 هفته میتونیم این کار رو بکنیم به صورت یا با دارو یا با جراحی. اینا رو میشه کرد. در نتیجه مهمتر از همه این هستش که هر چی کوچیک‌تر باشه بهتره. یعنی اگه شما برین اولین اسکن رو بکنین توی 6 هفتگی و 6 هفتگی به قول معروف جستیشن ساک یا اون ساک وجود داشته باشه، همون موقع این کار انجام بشه، خونریزی کمتره، درد کمتره و عوارض کمتره. ولی هرچی بزرگتر بشه این عوارض بیشتر میشه. خانم افضلی، فعالان حقوق زنان به دنبال قانونی شدن سقط جنین تا چند هفتگی هستن. ایدئال برای فعالان زنان چیه؟ ببینید الان در بیشتر از 12-13 هفتگی تقریبا همون 12-13 هفتگیه، ولی خب ماکسیمومش الان 24 هفتگی هستش. ولی خب ما میدونیم که به هر حال یک زن با توجه به نشانه هایی که بارداری داره از جمله قطع شدن پریود میتونه خیلی سریع اینو تشخیص بده، یعنی در ماه اول یا ماه دوم نهایتا میتونه متوجه بشه که باردار هست. بنابراین اگه کسی تا 3-4 ماهگی و تا همون 6 ماه که میشه 24 هفته
اگر نتون تشخیص بده خیلی خیلی موارد نادر هست. بنابراین تمام تلاش فمینیست‌ها این هستش که برسونن به همین 24 هفته. خانم بسکی، خطرات سقط جنین توی گزارش نازنین هم داشتیم، در ایران روزانه نزدیک 700 سقط جنین انجام میشه که رقم قابل توجهیه و متاسفانه بخش عمده‌اش غیرقانونیه. خطر سقط جنین غیرقانونی چیه؟ خطرات ناشی از عفونت‌های متعدد بعد از اون، ببینین اگر کسی سقط جنین میکنه تحت نظر دکتر، مطمئناً بعدش سونوگرافی میکنن، مطمئن میشن که کاملا از بین رفته، بیرون اومده، همه ممکنه مقداری از جنین بمونه در داخل، این باعث عفونت بشه، عفونت باعث این میشه که لوله ها بسته بشه، یعنی مسائل و مشکلات بعدی که براش پیش میاد برای زایمان های برای اینکه بخواد دوباره حامله بشه ممکنه پیش بیاد. اینا وقتی که تحت نظر نیستن این اشکالات وجود خواهد داشت. و خب من در ضمن به نظر من از لحاظ روانی و عاطفی هم خیلی مهمه که حالا بعدن صحبت میکنیم. آیا خطری برای بارداری های بعدی هم ایجاد میکنه؟ فقط اگر تحت نظر نباشه و اگر ما معمولاً اگر خانمی مجبور باشه این کارو بکنه بهشون میگیم که شما نباید خودتون اگه تحت نظر دکتر باشن ناراحت نکنین، چون تمام تحقیقات نشون داده که بعد از سقط جنین مسئله‌ای پیش نخواهد آمد اگر این تحت نظر دکتر باشه، اگر سونوگرافی بعد از اون بکنن و بعد مثلا عفونت نباشه. اگر اینا نباشه به هیچ وجه درصد حاملگی در آینده پدید یعنی کم نمیشه، ولی متاسفانه اگر این به صورت غیرقانونی انجام بپذیره و لخته ای مونده باشه، تکه ای مونده باشه، اینا خب باعث عفونت بشه دیگه، در نتیجه ممکنه باعث اینفرتیلیتی هم بشه. خانم افضلی، مسئله سقط جنین مسئله ایه که هم در جوامع پیشرفته هم در جوامع در حال توسعه بسیار مسئله داغیه. در همون آمریکا که شما هستین یکی از مسائل تعیین کننده حتی در عرصه سیاسیه. چطور میشه برای قانونی شدن سقط جنین تلاش کرد؟ ببینین ما اگه استدلال ها و مباحثی که در مورد سقط جنین مطرح میشه رو بررسی کنیم، متوجه میشیم که اون نقطه اصلی که مخالفان حق سقط جنین روش دست میذارن چیا هستن. ببینیم تصور جمعی در مورد سقط جنین، زنی که بلهوس و زناکاره، بی توجه و بی مسئولیت، بی احساس مادریه، و یا اینکه سقط جنین تا ماهای آخر بارداری هستش که مثلا ماه 8 و 9 که برای یک انسان کامله، که ما دیدیم ترامپ هم از این استفاده کرد و حرف کاملا بی معنی و بی منطقی زد، چون ما میدونیم که هیچ وقت در این ماها سقط انجام نمیشه. بنابراین دو تا موضوع ما اینجا میبینیم، یکی قضاوت اخلاقی زن، دومی غیبت کامل پدر. یعنی اصلا هیچ کس در این مورد حرف نمیزنه که پدر این وسط چه کار است، چرا همه قضاوت اخلاقی در مورد مادر هستش. بحث دیگه این هست که ما باید در نظر بگیریم که اگه که سقط جنین غیر قانونی باشه آیا تفاوتی میکنه در آمار سقط جنین، که تمام تحقیقات نشون داده که هیچ تغییری نمیکنه، یعنی همچنان میزان سقط جنین همون میزان میمونه ولی اون عوارضی که خانم دکتر اشاره کردن بیشتر و بیشتر میشه و آسیب هایی که اون فرد و جامعه میبینه و خانواده اون فرد، اگه یک زنی هستش که چند تا بچه دیگه داره ممکنه اونا مادرشون رو از دست بدن، ممکنه مادرشون رو دیگه سالم نداشته باشن و همه این مسائل. بنابراین ما میبینیم که باید حتما به این بحث اخلاقی اشاره بشه که این معناش این نیستش یک زنی که باردار شده زن بی‌مسئولیتیه. حالا یک سه تا آمار دیگه من میخوام اینجا برای شما بگم که چرا این حق اهمیت داره و ما باید همه زنان و همه فعالان حقوق زنان به این قضیه توجه کنن. اول اینکه تمام روش‌های پیشگیری از بارداری درصدی از خطا داره، یعنی حتما اگه از تمام روش‌ها استفاده از بهترین روش‌ها استفاده کنید، حتی از دو روش همزمان استفاده کنید، باز هم ممکنه شما باردار بشین. بحث دیگه پنهان بودن علائم بارداری در برخی زنان هستش، یعنی ممکنه زنی متوجه نشه که اصلا باردار شده که بتونه مثلا در همون اوایل خاطر بده به باردارش، بنابراین این دست خودش نیست، یعنی اون کارا رو انجام داده ولی باردار شده. یا همکاری نکردن پارتنر، خیلی وقتا میبینید یک زن به خاطر مسائلی که سلامتیش رو تهدید میکنه نمیتونه از روش جلوگیری از باردار استفاده کنه و اون پارتنرش هستش که باید اینو انجام بده و اون در واقع این کار رو انجام نمیده و زن باردار میشه. ما اینجا هیچ قانونی نداریم که اون مرد رو به خاطر این سقط جنین مسئول بدونیم و باز این زن رو مسئول میدونیم و این حق رو ازش
در واقع محروم میکنیم و در واقع این زن رو داریم مجازات میکنیم برای یک طرفه، برای یک عملی که دو طرفه انجام شده، فقط زن که اینجا نبوده. بحث دیگه بحث تجاوز هست که مقدار زیاد تعداد زیادی از بارداری ها به خاطر تجاوز هست و خب اثبات کردن تک تک این مواردی که من گفتم بسیار سخته و ما بهتره که اینو بذاریم به عهده خود فرد که تصمیم بگیره به جای که ما به جای اون بخوایم قضاوت کنیم و تصمیم بگیریم. متشکرم. اجازه بدین یه گزارش دیگه با هم ببینیم. سقط جنین در افغانستان جرمه مگر اینکه جان مادر و یا جنین در خطر باشه. قانون برای زن مجرم تا 1 سال حبس و تا 1,000 دلار جریمه نقدی پیش بینی کرده و برای عاملان آن از 2 تا 7 سال حبس. زینب آوین خبرنگار ما در کابل میگوید با وجود این مجازات سنگین هنوز هم زنانی هستند که به شکل پنهانی به دنبال سقط جنین می روند. تزریق دارو برای پایان زندگی جنینی که تازه شکل گرفته. اینجا مرکز بهداشتی نیست، مکانیست پنهان. سالهاست این کار را انجام می دهد، زمانی که هنوز تنها یک دانشجوی پزشکی بود. می گوید تقاضا انقدر زیاد است که سقط جنین این روزها تبدیل به تجارتی پرسود شده. 300 تا 700 دلار درآمد برای هر سقط. مراجعین هم اکثراً جوان. کاتگوری اول کسایی که مراجعه میکنن اکثرا به خاطر روابط نامشروعی که دارن مراجعه میکنن. بیشتر قضیه های تجاوزات جنسی است و کسایی که همسرشون به خاطر کار کردن مهاجرت میکنن، اونا خانمشان یا نامزدشان با کسای دیگه که روابط نامشروع برقرار میکنن حمل میگیرن، قبل از برگشتنشان و یا قبل از عروسیشان میخواین که حمل خود سقط بتن، و یا خانواده فقیره که بیشتر از 7-8 اولاد دارن و نمیتونن که طفل بعدی رو نمیتونن که بزرگ بکنن، اینا بر سقط مراجعه میکنن، و یا هم بعض خانمایی که بخاطر بورسیه ها و تحصیل میخواین برن بیرون. پیدا کردن پزشکی که عمل سقط جنین را انجام دهد چندان آسان نیست. به همین دلیل زنانی هستن که خودشان اقدام به این کار میکنن، با استفاده از روش های سنتی یا با استفاده از داروهای مخصوصی که گفته میشه فروش آن در افغانستان غیر قانونی است، اما با آن هم داروخانه هایی هستن که این داروها را به گونه پنهانی به فروش میرسانند. کسانی که دست به سقط جنین میزنن حاضر نیستن حتی ناشناخته در مقابل دوربین حرف بزنن. اقدامی پنهان که انجام غیر معیاری آن به گفته پزشکان دردهای آشکار برای زنان به دنبال خواهد داشت. خطراتی که آنن به خانم مواجه میشه این است که چون آدم غیر مسلکی به اینا دوام میمانه یا استفاده میکنه یا به سقط اقدام میکنه، این است که یک پارگی در جهاز تناسلی امکان داره که واقع شوه، یا این که خونریزی های بسیار شدید واقع شوه، یا این که دهن اون قرحم پارگی پیدا کنه، میتونه که سبب حتی بی اولادیشان شوه، امکان داره که سبب التهابات بسیار مزمن شوه که هیچ بازو التهابات جور نشه، سبب حمل های خارجی شوه. وزارت بهداشت افغانستان میگوید سقط جنین در مواردی هم مجاز است. در صورتی که توجیهات بسیار واضح مسلکی و علمی مبنی بر عدم امکان حیاتیت جنین بعد از ولادت به دلیل اختلالات کروموزومی و ولادی موجود باشه و یایی که تداوم حاملگی موجب تهدید قطعی و حتمی حیات مادر بگرده مجاز میشه. در غیر از هر موردی را که در این دو توجیه ذکر شده موجود نباشه و کدام طبیب اقدام به سقط جنین کنه که هم جنین سالم باشه و هم تداوم از او حیات مادر تهدید نکنه، یک تخلف طبی هست. جدال میان حق آزادی و اختیار بدن و آموزه های دینی، شماری موافق با سقط جنین و شماری سخت مخالف. ما باید در جامعه این اجازه رو به خانم‌ها بدیم، به مادرها بدیم که با رضایت خودشان تصمیم بگیرن که طفل میخواین نگاه کنن یا میخواین سقط کنن. این هم یک زنده جان هستن، اگر سقط از او هم مرگ از او هستن که گناه بزرگ و گناه کبیره هستن و در کل ما مخالف از این هستیم، و اگر این رواج پیدا کنن چی به صورت پنهانی چی به صورت آشکار، اینها روابط های نامشروع و این بار میاره که به افغانستان و به جامعه ما فاجعه بار است. قصه یکیست اما دلایل متفاوت. سقط جنین تنها به بارداری های خارج از ازدواج ختم نمی شود. تلخ زمانی می شود که زنانی در افغانستان به خاطر باورهای سنتی حاضر می شوند جنین فرزند دخترشان را از بین ببرند. افغانستان از بدترین کشورها برای زنان با بالاترین آمار مرگ و میر مادران.
آمار سازمان بهداشت جهانی نیز نشان می‌دهد سالانه 5-13% مرگ و میر مادران در جهان به دلیل سقط جنین ناامن است. زینب آوین، بی بی سی، کابل. شورای بسکی متخصص زنان زایمان کماکان در استودیو با ماست و نسرین افضلی پژوهشگر مطالعات زنان از بوستون. خانم دکتر بسکی، آموزش چقدر نقش میتونه داشته باشه برای اینکه اصلا ما به این مرحله سقط جنین نخواهیم برسیم؟ منم همین رو خیلی لازم میتونستم که راجبش صحبت کنیم، برای اینکه به نظر من دیگه الان تو قرن 21 پیشگیریه، نه اینکه چجوری سیف بکنیم شرایطو برای زن، بلکه چجوری بکنیم که اصلا اینا به اون حاملگی ناخواسته نرسن. این مهمترین چیزه. الان تو انگلیس تحقیقات اخیر نشون داده که درصد حاملگی ها توی تینیجر ها آمده پایین، در صورتی که آزادی محض هست، همه چی هست. برای چی؟ برای اینکه آموزش داده میشه، برای اینکه انواع و اقسام روش های جلوگیری وجود داره و تمام اینها رو به تینیجرها درس میدن و اجازه نمیدن که اینها بیماری های مقاربتی بگیرن و یا از اینها استفاده کنن. شما اگه نگاه کنین، ما به غیر از قرص، به غیر از دستگاهی که داخل رحم میذاریم، به غیر از اینجکشن یعنی آمپولی که میزنیم، حتی الان جدیداً به صورت پچ اومده، به صورت پلاستر، به صورت چسب اومده، به صورت رینگ اومده که توی واژن قرار میگیره. یعنی اینقدر راحت کردن این کارو که شما خیلی راحت میرین روی اون روش های پیشگیری و نمیاین حامله بشین و بعد اصلا حاملگی و سقط جنین جزو جلوگیری نیست. این نباید جزو روش هایی باشه که خب اگر من حامله هم شدم خب میتونم بندازم. این کار بسیار غلطه. یعنی آموزش باید جوری باشه که بگه من به اون مرحله نمیرسم و برنامه ریزی میکنم و بچه دار میشم و اون بچه رو نگه میدارم، ولی حالا شرایطی پیش میاد که نتونی به اون مرحله برسی، یعنی اشتباه بکنی، بر اساس رگلت مرتب نباشه، همه اینا امکان داره. بعد اون وقت باید اون خانم ساپورت داده بشه که بتونه این کارو بکنه. همونطوری که قبلا هم داشتم باهاتون صحبت می‌کردم، این خیلی مسئله مهمیه که قرص بعد از روز بعد از نزدیکی الان آزادانه میتونی شما از مغازه بخرین، از فارمسی بخرین، از البته در انگلیس، در انگلیس میتونی بخرین، در ایران بله. افغانستان داریم صحبت میکنیم، بله بله در انگلیس میتونی بخرین و بله. این اینجا نبود، دو ساله که تازه آمده. یعنی قبلا اگر یک کسی میخواست بگیره باید میرفت پیش دکتر بله. یا میرفت پیش اورژانس، ولی الان این کارو دیگه کردن، خیلی راحت تر شده. بله خانم افضلی، در جوامعی مثل ایران و افغانستان که سقط جنین در مواقع به غیر از موارد استثنایی قانونی نیست، به نظر نمیاد که آنطور که توقع میره فعالان زن برای قانونی شدن سقط جنین تلاش میکنن؟ به نظر میاد که اولویت های دیگه ای دارن در بعضی مواقع. چطور میشه ایجاد حساسیت کرد در این جوامع برای تلاش برای قانونی کردن سقط جنین؟ ببینیم، من الان در مورد ایران میگم، ایران برعکس حالا افغانستان داره روز به روز به عقب میره. دلیلش این هست، یعنی فعال جنبش زنان تمام تلاششون دارن میکنن، ولی تا میخوان یه قدم به جلو بزنن یه قدم به عقب برداشتن. برای اینکه ما خب در مورد مسائل سقط جنین، حق زن بر بدن خیلی صحبت کردیم و مطالب آموزشی بسیار تولید میکنن فعالان حقوق زنان، ولی ما یه دفعه میبینیم یه لایحه میره مجلس به اسم جمعیت، افزایش جمعیت، که میاد تمام همون مواردی که من اول یه نکته بگم، این که خانم دکتر فرمودن ما الان بیشتر این موارد سقط جنین مربوط به زنای غیر متأهل هست و زنای غیر متأهل از تمامی این خدمات پزشکی محروم هستن. مثلا نمیتونم برن به پیش دکتر متخصص بگن برای من مثلا این پچ بذار یا آیودی بذار، حتی معاینه نمیکننشون بسیار از متخصصان. حالا ادامه صحبت هم این هستش که در واقع زنای متأهل هم حتی الان ممنوع شدن از اینکه از به اصطلاح لوازم پیشگاز بارداری استفاده کنن، به خاطر اینکه دولت تصمیم گرفته جمعیت رو افزایش بده. بنابراین ما به اون سمت رفتیم که ما بیایم الان یه قدم عقب بر بگیم که حداقل برای زن متأهل اینو فراهم کنیم که بتونن سقط جنین انجام بتونن پیشگیری کنن. یعنی از یه طرف سقط رو ممنوع میکنن، از یه طرف پیشگیری رو ممنوع میکنن. خب یعنی در واقع زن رو در جایی قرار میدن که مجبور میشه سقط جنین بکنه و سقط جنین ایمن بکنه. سپاس فراوان. نسرین افضلی پژوهشگر مطالعات زنان با ما و شهره بسکی متخصص زنان و زایمان.
امشب هم ویدیوی کوتاهی داریم برای معرفی یک زن موفق دیگر، سپیده نصیری، بنیانگذار مؤسسه زنان ایرانی در تکنولوژی است. او یکی از کارآفرینان موفق در حوزه فناوری. من حدوداً 16 ساله که تو تکنولوژی هم شدم کار میکنم و چیزی که خیلی برای من عجیب بود، هیچ وقت خانوم زیاد نبود و خانوم ایرانی هم هیچ وقت نمیدیدم، همیشه خودم بودم و برای همین فکر کردم که بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینکه یه جور جامعه درست کنیم که بتونیم به همدیگه کمک کنیم، همدیگر رو بشناسیم و همدیگر هم یه جوری بیاریم بالا که مردم نه فقط ایرانی ها همدیگر رو بشناسن اما جهان بتونه بشناسه که چه کسایی ما توی مجتممون هستن، چه کارهایی دارن میکنن. امشب مثلا ما حدودا بیشتر 100 نفر اینجا بودن و وقتی که من سوال کردم که چند نفرشون تو تکنولوژی هستن یا مهندس هستن، 90% دستا رفتن بالا. من فکر می‌کنم هر مسیری که قلبت میخواد باید بری. فکر نکن که نمیتونی، فکر نکن کسی میاد جلوتو میگیره، به خاطر اینکه وقتی یکی بیاد جلو راههایی هستش که میتونی از بغلش رد بشی. وقتی اشکالاتایی که هستن یه جوری میتونیم اونا هضمشون کنیم، اما روزی که خودتون نخواین یه کاری بکنین هیچکی بهتون نمیتونه کمک کنه. اول باید خودمون بخوایم و اون اولین پا رو باید بیاریم جلو که بخوایم یه کاری رو بکنیم، کمک براتون میاد، یا از طریق دوستان، از طریق فامیل، از طریق کسایی که اصلا شاید هم نشناسین، از این خود من که الان هستم. خیلی ها میخوام کمک کنم اما اولین قدم رو خودتون باید بردارین. سپیده نصیری بود. به پایان این 60 دقیقه میرسیم. ممنون از همراهی شما.